سامیل گایز، سلامت شو. امروز همراه خانم لونا و دوست خوبم محمد فلاور امروز اومدیم یه ویدیوی خفن براتون بگیریم. ببینیم تو مدرسه الان دیگه حضوری هم شده و وقت امتحان هاست، ببینیم اصلا چه خبره، چه جوریه، از چی راجع به ویدیو ویدئوهایی آوردم که سمه و بچه‌ها خودشون ببینن تعجب می‌کنن که چه کارایی می‌کنن. خودشون میدونن دیگه، ما خودمون مدرسه‌ای بودیم دیگه. البته من که هنوزم مدرسه نه شوخی کردم، تو مدرسه تو مدرسه ما خلاصه کارهای عجیبی زیادی کردیم. مطمئنم سورپرایز نمیشم با ویدیوات اتفاقاتی که افتاده. ما که سورپرایز نمیشیم، حالا ببینیم چیه. وردا بیار. فقط قبل اینکه بریم ویدیو رو، اگه سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن، کامنت نذاشی حتما من نظرتو برام بنویس، لایک و بکو بزن بریم. چی حالا ببینیم چی میخواد زیر چی رقص گروهی کدومه طرف سینه؟ من میگم دخترا. اول به نظر من که یه سری خاطرات برام اومد. کلاس رقص یا کلاس درس؟ این همه تایم موندید خونه آنلاین بازی کردید، حالا که رفتید اونجا دیگه بابا درس بخونید. مثلا فاز این بچه مثبت رو دارم، ولی خلاصه دخترها از مثلا بهتر رفتن، چون رو میز رفتن. ولی خب دخترها هم هنگتر بودن. فمینیسم یا کمونیسم چی از چی راجع به رقص بچه ها؟ دخترها بهتر بودن یا پسرا؟ نه من پسرا گروهی تر بودن. فمینیسم فمینیسم نمیشه تو بزنی؟ نمیشه لندسکپ چیز کنی؟ میشه تو چیز کنی؟ من میزنم کلا بابا بلد نیستی موکش کنی؟ بیا نه موکش بده. دومین ویدیو رو بزنیم چی به چیه؟ آها همه هم رقصه که کپشن چربه خیلی بال میره. فکر نمی کنم واسه الان باشه، الان هوایی سیزاره داشت پرید کشتی کرده بگه داشت هم گلم این دیدی پرید رو؟ از مهر ماه دارن اینا حضوری میرن دیگه. آخه الان بعد افتاده به زمستون سردی، مالا همین جدیده اینا تازه تنم دیدی پرید بخیر اوچی گرفتی بعدی نگاه خودت داره والیبال میزنه تورم درست کرده. بچه واقعا شما هم اینجوری هستید الان؟ من نمیدونم شما دیگه اینا تو کامنت برامون بذارید اگه واقعا همینجوری هستید. ما تو زمانمون یه خورده سرزنا میکردیم دوتا این ناظم ماشاءالله این دراز مرزاش میونه همش اذیتمون میکنن، تو انقدر پسیمسی میکنن دیگه به جای رسیده بود دیگه با خطکش فلزی میزدن. من که درسون بودم آره میشه به فلزی رسیده، ولی الان والیبال و رقص و من درسون بودم. کارمون و خلافمون زیرمیزی بود، ما اینجوری زیاد نمی‌کردیم. بذار دخترا رو الان تو درسون بودی. بذار دخترا رو ببین. دخترا رو ببین. بچا یه لایف هک و یه تریکای الان میزنن اینا تو کلاس. من خودم دهنم وامو چجوری درو قفل میکنه ناظم نیاد تو. درو با سیم داره قفل میکنه. یا ابل. حالا کاری که دارن میخوان بکنن. دی جی شده. مدرسه رو خود دیگه گهواره تا گوی چه بال ساخته با خودی؟ خیلی خفن رو میز کشیده دیسکو تو مدرسه، یعنی اون حرکت رو کرد که نفت متوجه شد که کسی نهی تو نیا دیسکو زد در باز نمیشه دیگه. ببین اون کسی که این فکر رو کرده هم فوق العاده خلاق بوده، هم که واقعا میگم شما میتونی جای تیستو رو بگیری، جای دی جی مطرح دنیا رو بگیری با این طرز تفکر تو واسه هم کنه خفنی مافرین. بعدی ببینیم پسرا تو خیابون دارن صدا حیوان در میارن، نگاه کن. نه همه فکرم چهارده بار دیگه دیگه صدا سگ و خر قشنگ در میاره. یعنی میخواست بگه ما یه گله گوسفندیم که داریم حرکت میکنیم. نمیدونم منظورش چی بود. پارس هم میگه میگفت من سگ گله ام. صدای حیوان در می آوردن. از این گروه دعوت میکنم. ببین من صدای حیوانات تو چالش ما. ببین من اون زمانی که مدرسه میرفتم خب کارم اون بود که وای میسیم سر خیابون وانت که رد میشه، گفتم وانتو میرفتیم پشتش میگرفتیم تا یه مسیریو تا یه جایی که یارو نفهمه. ما کارمون اینجوری بود، ما صدای گاو گوسفند حقیقتا درنمی آوردیم، شیر بودیم ما. حالا بچهای جدیدا صدای گوسفند شدن. آقا بچه ها بگید بچه ها بگید تو کامنت گوسفندی یا شیری؟ بچه ها ابیه درجه دو ابی جلو دفتر نازم داره این کارو میکنه. من جلو عدی کارو من شرباری که پاشه میکنه خدایی سمبر اینا خدایی دمشون جرعتشون بالاست. چه نمیره این؟ چی میره؟
یا جرأتشون خیلی بالاست یا خیلی واقعا دارن بهشون حال میدن. ما خدایی جرأت نداشتیم، داشتیم واقعا نه فرم داشتیم ما. میرن جلو در ناظم چرا تو لحمت باشین ویدیو خیلی خواهد فلشه کوشیشون هم خیلی باله. بعد چرا هم ناظم کسی نیست اینا بیاد بگه نکنید این کارو، ولی به خدا زنایی ما هم کار میکردیم موقع کار کنیم. به خدا به ما خیلی سخت گذشت مدرسه واقعا، فقط درس خوندیم. تو چی کار میگه؟ تو این کارو میکردی تو کلاس؟ ما میخواستیم بکنیم میزنمون. شما تو تا هم کلاسی بودین تو مدرسه؟ نه فشن تیوی رو انداختن تو مدرسه هاج آقا. کتواک میرین تو کلاس؟ میرن دیگه. آژانس های مدلینگ هم زنگ میزنن بهتون. میرن خدایی. ببین واقعا در 80 به 90 ها خدایی، اول که دمتون جمع. 90 ها نه تختر نمیدن ولی 80 اول که واقعا دمتون جمع خدایی، اصلا خدایی. خیلی جرأت دارید. شاید یه سری از چیزایی که شما دارید ما نداریم. اصلا همین الان تو یوتیوب واقعا شماهایی که واقعا به یوتیوب معنی دادید. نسل ما که اصلا حد و نسل قبل ما اصلا یوتیوب چی هست. بعد اون که واقعا علاوه استعداد و هوش و اینا واقعا ترکو دمتون گرم، واقعا جرأتتون هم خیلی بیشتر از دههای قدیمه. اینجا رو زایید اول که تو مردی نمیشه تخم گذاری در مدرسه، اول که تو مردی ولی خلاق هم دیگه خدایی شاید دیگه. بلا تکلیف بوده شاید شاید ولی نه ولی به خاطر خلاقیت بالاشونه جالب بود. فقط اینو نگاه کن بابام اینا منو لخ ندیدن و من جمع کرده تو کلاس حدس نمیدم این موقعیت تو چیلیم چیلیم ما چیلیم چی بود دادیم با چیدیم تو ترکیبی ما چیدیم تو میاد پایین با اینجوری نمی کنم با این رقصا با اون موزیک این نمیره. تا اینجای کار خوب بود فقط اونو اگه نمی رفتی بهتر بود، حداقل یه اینو می رفتی بهتر بود یا یه اینو. بیری میزنن شبیه بابای مدرسه هست اون. نه ساندویچ میخوردیم ازش. ببین گفتم ساندویچ جده ساندویچ جده. ببین ما تو مرحله نمیم کلاس های شما دیگه در حال حاضر چه جوری سان. ببین ساندویچی که میگرفتیم کلا 20 نفر فکر کنم مثلا تو کلاسمون بود. حالا من کلاس حیاتو دارم میگم کلا 500 نفر 300 نفر 2000 نفر تبدیل میشدن اولین قضیه. بعد مجبور بودیم ببخشید توف میکردیم توش که کسی نخوره. یه سری اونجا قربال میشدن، بعد یه تعداد دیگه میمونن که همونو بازم میخورن. دیگه به یه مرحله میرسیدیم که دیگه برای کسی نخوره. یادت میاد چیکار میکردیم؟ چیکار میکردیم؟ اگه گفتی بیست. نه توفن هم داره میخواست چیکار میکردیم؟ اگه یکی میکردیم تو حلقتون تا تا نه یاد نمیاد. میرفتیم دستشویی میخوردیم خدا شاهد. بعد دستشویی مدرسه نمیدونم الان اون موقع که خیلی کثیف بود اصلا همه نمیدونم تو دیوار چی دست هر چی میخواد حالت بگیری دیوار نمیدونم مسخره چی میشه. ولی خلاصه یعنی همزمان میدیدیم اون صحنه های قشنگ تو کسی شماره باشه در دستشویی درای بودن قاطی کردی به دستشویی به نظر ما کارکا بودم شماره اصغر 0900 نمیش نیلوفر منتظرم زنگ شو... بزنیم خلاص. ولی خب نظر چیه یا بابای مدرسه یا ایت چقدر میرفت برو اینو ببینی. وای 100 تا گوشی رو جاساس کرده بالای دریچه کوله. وای گوشی میمونم میگشن گوشی مگه میتونستی گوشی مردم افتاد پایین رفت تو دریچه کوله رفت. ما هم میبردیم من جاساس کرد گوشی رفت مجبوری برمیداری میبری خب بکن تو یه جایی این همه جا ماشالله خانوم هم که هستی کیف میفاینه میتونی ببری خیلی حس بدیه. من خودم همیشه سر جاساز گوشی مشکل داشتم تو مدرسه. من همیشه سر جاساز گوشی تو مدرسه مشکل داشتم. شما که گوشی میبردین؟ آره ما گوشی میبردیم ولی میگم بچا اینه پادگان بود هر چند وقت یه بار یهو یهو نه یهو میبدن داخل درو میگم مثلا گوشاتونو میخوام کیفاتونو بگنیم ببینیم گوشی با اون لحظه وا الان دیگه معفه که مدیرا میتونن که با گوشی بچا کتابو یا توی کتابو خالی میکردیم فرازندان اینو فیلم های خارجی زیاد دیدم فرازندان بود همینطوری شکوش تو کتاب من اونو ندیدم خب ولی واقعا همینطوری میذاشتیم. نه ما داخل لباس زیر میکردیم ما نه میومد میگشت ما لباس میگشت ما تو لباس همون میکردیم. ویدیو بعدی همش هم رقص بیا دیگه پشت بونه مدرسه سنگو نه تو حیاته قشنگ رفتن گروهه.
من خواهرم همه این فیلم ها خودشون میدیدم، ولی قیافه ها ماسک خیلی معلوم نیست، ولی اون زمان دختر مدرسه که ما میدیم همه شون سیبیل و ماسک داشتن. ما سیبیل رو نبودیم، همه رو جمع نبرم، ما رنگ و ابروها برداشت، ناخونه همونم نگاه میکردن. آره دیگه به من برخورد. ببین تو هنرستان که من بودم باورت نمیشه، من یکی دو سری موهامو رنگ کرده بودم سرمه‌ای. خب بعد این رنگ تبدیل شده بود، رفته بود این رنگ تبدیل شده به سبز. بعد نازمون اومد گفت چرا رنگت موهات عوض شد؟ گفتم آقای میام اسپانیش، گفتم حقیقتا من مریض شدم موهام رنگش داره میره. گفت عیب نداره پسم، بنده خود باورش نمیشد. بریم دوی بعدی، ببینیم دوی بعدی چی میده. وقتی بودی همه چی قشنگ شد، اول نبودیم ولش کن عشقم عمرم همه چیزم بذار زندگیمو به پا بریزم. یه دقیقه میاد یه تیزر میره. من هم کلاسیتون بودم، من خیلی انرژی میخوره به اینا. بریم رقص بعدی. نظر خاص میگم که همه این موهاش رنگ کرده. بلون خدای من الان دست بزنم قیافه‌هاشو میخورم. مدرسه ای باشن ابل فرضی حضرت اسبابی. بعد آهنگی که میخوره اصلا معنی بعد خیلی فهمی خدایی. بعد خیلی جالبه این دفعه هیچ کدومشون ماسک ندارن. دفعه قبل یعنی براشون هم مهم نیست اگه بفهمه مثلا کار بدی نکردن. خب بابا خب گیر میدن. بعدی این حله سالسا میرخصن تو نماز خونه هست. آجا وضعیت مدارس همچنان وخیمه. آقا همین غیر حضوری باشه بکنم بهتره. ببین خیلی دیگه انرژیاتون پر شده بوده تو این دو سالا، قشنگ ترکوندی. و اما آخرین ویدیو اینو چه بار فیکسی میره. مرسی ماشالله اونو دارم کن. مرسی فقط اونی که با صد لاشخال حرکت میزد کدوم بود؟ این؟ دمت گرم خدای این عده به کل ویدیو ها میارزید. خیلی باحال بود، خیلی قشنگ بود. همه شما ماشاءالله ورزشگاه بودم که داشت میکن اونجا رو، یعنی این ویدیو کلن ترکون ویدیو قبلی و خیلی با اختلاف بالاتر بود. خیلی توش چی میگن؟ چی بود؟ خلاقیت بود، باحال بود، خوشم اومد. خب بچه‌ها اگه از این ویدیو خوشتون اومد، دوست داشتید ویدیوهای دیگه هم بسازید، اصلا تونستی به ما ویدیو بفرستید، اینستاگرام هم گوشه براتون میذارم، براش بفرستید، تلگرام هم که هست و اینکه اینطوریه. خوشمون اومد. اگه دوست دارید کارت رو بسازیم بگید. 62 چی بود؟ ارتباط صدا و سیما. خب بچه‌ها خیلی دوستتون داریم، می‌بینیمتون به زودی در کلیپ‌های بعدی. خدا نگهدار.